وقتی از کسانی که همخون شما هستند رنج میبرید، فقط یوسف علیه السلام را به یاد بیاورید که برادرانش به او خیانت کردند و او را در چاه انداختند. اگر دیدی که پدر و مادرت در مقابلت مخالفت میکنند، ابراهیم علیه السلام را به یاد بیاور که پدرش او را به آتش افکند. اگر در مشکلی گیر ماندی و راه نجات نداری، یونس علیه السلام را به یاد بیاور که در شکم نهنگ گیر مانده بود. اگر مورد تمسخر خویشاوندان، فامیل، دوستان و جهانیان قرار گرفتید، پیامبر گرامی ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به یاد آورید. خداوند متعال این پیامبران را محاکمه کرد تا نسل‌های آینده استقامت و شکیبایی داشته باشند. پس همیشه به یاد داشته باشید که خدا برای شما برنامه‌ای دارد و خودش می‌داند چه چیزی برای شما خوشایند و چه چیزی ناخوشایند است.